نننی کانفرنس د شوزو د ولایتي شبکو چې په 15 ولایتونو کې فعالیت لري د هغوی وړاندیزونه او پیشنهادات و د بین الافغاني مذاکراتو په اړه او د مذاکراتو هیئت لپاره په دې کانفرنس کې شپږ عمده غوښتنې وسولې چې لومړی غوښتنه د دوی د اوربند په اړه باندې وه او هغه کسان چې په قطر کې ناست دي بحثونه کوي مذاکرې کوي خبرې کوي هغوی په یو آرام او هوسا چاپېریال کې شتون لري او هلته د دوی اولاد هم په هغه مملکتونو کې دي چې هلته ضرر نه ویني هغه ډلې چې د نظام پلوه دي دوی باید خپل ژغ یو کې سره او خپل سیاسي اختلافات یو خواته کښېږدي او د سولې پروسې دپاره یو ځای سي او په یو ټینګ ژغ سره دوی د مذاکراتو ته وردننه سي. صدر زندانی که مسئله عقل عبدیم داشت و جرائم مختلف را مرتکب شمانده، قاچاق مواد مخدر و اختطاف، قتل، این مسائل بودن که نرس جمهور حق از را داره و امامدار خود جرگه مشورتی صلح هم صلاحیت از را نداشت نظر به قوانین افغانستان. اما یگانه موانعی را که اونا طالبان بر آغاز مذاکرات بین الافغانی مطرح کردن مسئله رهایی 400 زندانیان بود. مردم افغانستان مسئله را به بحث نمایندگان مردم آمدن در جرگه اشتراک کردن، گفت اگر یگانه موانع است ایره ما قسم رفع میکنیم که اول جامعه جهانی کوشش کنه که در قسمت عدم برگشت ازنا بر جنگ و خشونت همکاری کنه حکومت افغانستان را. برنامه امروز توسط مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی برانداخته شده بود و هفته گذشته بعد از جرگه مشورتی صلح اینا طی 7 سال گذشته امرای زنان در 15 ولایت از طریق شبکه های ولایتی کار میکنن که اصل پاسخگویی که اونا گفتن که خوب است که خانم ها در برنامه های مختلف اشتراک میکنن، اما بر ما اشتراک منادار وقتی است که ما امروز در افغانستان به اصل حداقل 30% همگی موافقه کردیم شروع از پارلمان افغانستان و ما میخواهیم که اینمی اصل 30% همگی احترام بکنه، چی نهادهای مدنی است، چی حکومت است، چی طالب است و چی نهادهای بین المللی هستند. هر برنامه که ارتباط به صلح افغانستان میباشه وقتی که اعضا دعوت میشن حداقل 30% از اینا زنا باشه. زنان زنای با درایت و زنایی که تجربه، تخصص و شهرت نیک در قسمت ترویج حقوق زنان، دفاع از حقوق زنان داشته باشن باید اونا اشتراک کنن تا حداقل بتونن که گپ بر گفتن داشته باشن.